همکار دیگر هم همراه میشیم، توماج تاهباز در شرق آسیا. توماج، از این نشست و همینطور سفر رئیس جمهور روسیه چه جزئیاتی برامون داری؟ این سومین نشست حامیان طرح موسوم به کمربند و جاده است فریبا با حضور نمایندگان 130 کشور و 30 سازمان در واقع بین المللی. برخی از رهبران کشورهای مهم منطقه از جمله رؤسای جمهوری اندونزی، نخست وزیر تایلند، مصر و بقیه هم به چین خواهند رفت. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان و از دوستان به اصطلاح اتحاد شرق همونجا هست و چه بسا گفتگوهای بین اینها هم انجام بشه. منتها آقای ولادیمیر پوتین هم وارد بیجینگ شده، یکی از مهمترین رهبرانی که منتظر هستیم ببینیم چه گفتگو های او با آقای شی جین پینگ چه نتایجی خواهد داشت. کمربند و جاده طرح عمده پکن برای توسعه پروژه های خارجی و سرمایه گذاری که البته بزرگترین پروژه های میلیاردی این طرح فقط به چند تا کشور رسیدن که میشه گفت در صدر اونها روسیه است. در نتیجه علاوه بر موضع گیری و سخنرانی آقای شی جین پینگ در سومین نشست، بسیاری چشم به دیدار آقایان پوتین و شی دوختن احتمالاً مهمترین سفری هم که همونطور گفتم توجهات رو به خودش جلب کرده. البته آقای پوتین در نشست های سال 2017 و 2019 هم در کمربند و جاده بود، اما این سفر یک فرق عمده داره. اول اینکه اولین بار بعد از جنگ اوکراین و در واقع گرماگرم بحران خاورمیانه. پوتین در سوچی اوایل این ماه گفته بود که همکاری بین روسیه و جمهوری خلق چین حقیقتاً یک عامل ثبات دهنده به جهان. نقل قول آقای پوتین رو میگم و گفته که هدفش هم دستیابی به نتیجه مثبت برای هر دو کشور و شرکای اونها در جهانه. از جمله چیزایی که منتظریم ببینیم در ساعت‌های پیش رو چه نتایجی در واقع از دیدارهای احتمالاً شی و پوتین گرفته خواهد شد، که آیا یک چرخش مهمی در کمک رسانی نظامی چین انجام خواهد شد، به ویژه که ما میدونیم آمریکا هشدار داده بارها که اگر ارسال تسلیحات به صورت عمده و گسترده انجام بشه از چین به روسیه واکنشش رو خواهد داد غرب. دوم اینکه صادرات نفت و گاز به کدام سو خواهد رفت، به ویژه که رؤسای شرکت‌های اصلی انرژی هم آقای پوتین رو همراهی می‌کنند. البته تحریم‌ها علیه روسیه میلیاردها دلار تا همین الان هم صرفه‌جویی برای شرکت‌های چینی داشته، ولی مسکو به دنبال افزایش صادرات گاز هست از جمله از طریق خط لوله از مغولستان.